اگر شاه تمام شرکت زیمنس رو میخرید، کروب رو میخرید، ده ها چاه نفت هم میداد به آلمانی ها، آلمانی ها انقدر حقیر نبودن که اجازه بدن به اصطلاح ساواکی های چماقدار شاه مردم برلین رو در واقع در هم بکوبن، بعد اونها وارد بشن. چرا بعضیا گفتن این فیلم به جز هذیان سیاسی هیچی نیست؟ چرا راستی این همه دشمنی با شاه داشتن؟ ها؟ چرا این همه دشمنی با شاه؟ شاید با دیگران هم داشتن، ما چون در ایران بودیم این در جریان تحولات بودیم، چون با زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ما در ارتباط بود. برای همین هم سوال مطرح میکنیم، چرا با شاه؟ انگلیسی ها بودن؟ آیا بریتیش پترولیوم، چرچیل به ویژه یادتون نره، بریتیش پترولیوم که در واقع ملی شد نفتش و بعد کنسرسیوم اومد، مال دولت انگلیس بود، چرچیل خریده بود. آیا میخواستن شاه رو به زیر بکشن برای چی؟ آمریکایی ها بودن، فرانسوی ها بودن. حتی بسیاری میگن شاه، آقای ریچارد کاتم، همین دوست آقای ابراهیم یزدی، به نوشته آقای روبرت درایفوس، مقاله نوشت گفت شاه آمریکایی، شاهنشاه آمریکایی رفت. اگر ایشون شاهنشاه آمریکا بودن، بریم نگاه کنیم وقتی با کندی بودن چه اتفاقی افتاد. شاه اومد آمریکا. اول گوش کنیم. To maintain our freedom, to maintain our peace, and to provide a better life for our people. That is the purpose of your visit, Your Majesty, as to how we can jointly concert that effort. Mr. President, it's a most pleasant opportunity for the Empress and myself to be able, thanks to your very kind invitation, to visit your great and beautiful country. Today the name of America has a magic meaning for the most distant communities of the world. I bring with me the heartfelt greetings of my countrymen to your people. With the expression of their sincerest feelings of friendship, and I extend to you, Mr. President, my warm wishes for the happiness and prosperity of your great and noble nation. وقتی آقای کندی اومد، لیبرال ها اومدن، درست مثل حالا، مثل زمان آقای کارتر. باند آقای کندی یا تیم آقای کندی کسانی داشت مثل آقای جورج بال. اینا به گونه دیگری میاندیشیدند، برخلاف آقای نیکسون، آیزنهاور، دالاس برادرز یا دیگران، حتی نلسون راکفلر. و اونا معتقد بودن شاه مرد نلسون راکفلره. بنابراین شما شاید جوانها بهتون نگفتن. بلافاصله شاه وقتی که از آمریکا برگشت، یک جنرالی به نام قرنه‌ای رو دستگیر کردن به عنوان کودتا. همون زمانها شایع بود که تیمور بختیار هم قرار بود کودتا کنه علیه شاه. تیمور بختیار رئیس ساواک شاه بود، یکی از مخوفترین چهره های امنیتی خاورمیانه بود. اما باز اینم بگذاریم، اصلا مشخص بود کندی میخواد شاه رو برداره، پس آدم آمریکایی ها نمیتونست باشه، بستگی داره به بازی ها. در همون زمان آقای بل، یک پرفسوری به نام لویز، نه این برنارد لویز، آقای لویز آمد یک کتابی نوشت، یک مقاله و یک گزارش داد به آقای کندی. گفت برای این که ما بتونیم خاورمیانه رو در مقابل
شوروی حفظ کنیم شما باید شاه رو برکنار کنید، پادشاه افغانستان رو هم برکنار کنید و بعد بیایید پاکستان رو هم تجزیه کنید و از این سه کشور یک فدراسیون یا کنفدراسیون اقتصادی سیاسی بسازید. مقالش هست، برید بخونید. بنابراین حتی اسمش بود مثلث برهوت. بنابراین بستگی داره شرایط چیه. اون زمان هنوز آمریکا وارد ویتنام نشده بود، به اصطلاح هنوز نیاز به شاه نداشتن. اینگونه نگاه کنید، چرا که بلافاصله وقتی آقای جانسون آمد آمریکا ویتنام بود، اسرائیل وارد جنگ 1967 شده بود، به یک پایگاه احتیاج داشتن، به یک شخص، به یک نیروی دیگر. برای همینم به شاه در واقع اگر میخواهید بدین به طور عام حال دادن، نه به خاطر ایران، نه به خاطر شاه. بازی های جهانی اینجوری میچرخه. خب مسلمن شوروی هم که بیکار نمیشست، کنفدراسیون دانشجویی بود، حزب توده بود، نیروهای چریکی داخل ایران بود، مسئله فلسطین بود، از این طریق میتونست به شاه فشار بیاره که شاه بهش باج بده، کاملا در اختیار آمریکا نشه، نشه یک دفعه آمریکا موشکهای هسته‌ای آمریکا رو شاه در ایران قرار بده. چه فکر کردید بازی های جهانی اینه که دو نفر میان روبوسی میکنن بازی ها شروع میشه؟ نه، تمام استراتژیست ها در این بازی هست. هرگز آقای میخائیل سوسلوف تئوریسین کرملین یا کاردینال کرملین نگفت ایران رو اشغال کنید، هرگز، همیشه هم مخالف بود. حتی آندروپوف وقتی میرفتن تو افغانستان گفت من مخالفم، انقلاب ایران هم شد، یوری آندروپوف گفت اشتباه افغانستان نکنید، از زیر کار کنید، برید و بخونید، هست مدارکش هست. حالا وقتی در واقع شاه وارد یک مرحله شد که تصادفاً قیمت‌های نفتی رفت بالا، قیمت نفت رفت بالا، شاه قدرت گرفت و این مصادف بود با آمدن آقای ریچارد نیکسون و آقای هنری کیسینجر که در واقع همون باند نلسون راکفلر بودن تقریبا. بعد امتیاز دادن به شاه. گوش کن. In a period in which many new nations are being born, and in which old nations are being born again, and in which all nations are going through change, you have provided an example of leadership in your nation for all the world to see and for many to follow. It is a comfort to know that you have in this great country a president which has both friendly sentiments and also that knowledge of your country. You have mentioned that we had undertaken a revolution in our country, which is really covering every aspect of our life. We believe that all of our countries are passing through periods of either revolution or evolution. But my prayers are that the result of all that will be... مجید براتی پرسیده بود چرا شاه رو انداختن، این سقوط 79 چی بود. میدونم آقای وطن پرست، مشهدی آزاد اندیش، مگای ایرانی فردا روی فیسبوک تحلیل های خودشونو خواهند گذاشت. زیبایی کار این فیسبوک اینه، دیوار اینه،
در واقع این بچه ها تحلیل های دیگری رو میدن. من بارها در برنامه هام قبلا چه رادیو تلویزیون اشاره کردم. ببینید 1973 در جلسه بیلدربرگ، درست لحظه ای که هنوز جنگ یوم کیپور اتفاق نیفتاده بود، یادتون باشه جنگ یوم کیپور بین بسیار زمان سادات بود با اسرائیل، اولا یادتون نره، بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین جاسوسای انگلیس به ویژه آقای فیلبی کاری کرد که آمریکا بره با عربستان سعودی بسازه. چرا؟ قرار بود آمریکا در همون منطقه خط قرمز آقای گولبنگیان باقی بمونه، وارد عراق و ایران نشه. سهمیه نفتی ایران عراق ممنوع بود برای استاندارد اویل یا دیگر شرکت‌های آمریکایی. برای همینم باج دادن، عربستان رو دادن به روزولت، پرزیدنت روزولت، که منطقه رو حفظ کنن و هندوستان رو. همیشه این رو یادتون باشه. ترومن که اومد، پرزیدنت ترومن اصل 4 رو برد ایران، چون معتقد بود ایران در خطر این است که ممکنه سقوط کنه. حالا 1973 یک بازی جدید آمد. دنیا گرفتاری مالی و اقتصادی داشت. چرخ اقتصاد دنیا نمیچرخید. نفت ارزش پیدا کرده بود. اوکی؟ ولی هنوز قیمتش بالا نرفته بود. در یک جلسه ای یه شخصی هم به نام آقای لوی هست که بعد نشان تاجم از شاه گرفت، در اونجا بحث شد. هنری کیسینجر هم قبول کرد و اون تز آقای ابراهیم اویسی که میگفت پترودلار، اینها اومدن و بازی پترودلار رو آغاز کردن. پترودلار یعنی شرکت صاحبان نفت، نفت فروشان قیمت نفت رو بالا میبرن به شرطی که پترودلار رو در 5 بانکی که مشخص شده بریزن، ایران، کویت، عربستان، امارات، همه اجازه نداشتن هر بانکی دلشون میخواد واریز کنن. بازی پترودلار چنین بازی بود که حالا داره شکست میخوره، حالا داره به پایانش میرسه. بازی پترودلار کاملا عوض داره میشه. در اون زمان قیمت نفت بالا رفت. آقای زکی یمانی با قوانین آمریکایی بازی میکرد. شاه یک دفعه به نظر اونها یاغی شد، حاضر نشد قیمت نفت رو بیاره پایین، حاضر نشد تمام باجها رو بده. حتی خواهید دید وقتی که با آقای کیسینجر ملاقات میکنه، در اونجا تلویحاً در کنار آقای کیسینجر که میخواست به شاه یادآور بشه من دوست شما هستم، مراقب باشید، یه مقداری کوتاه بیایید، انقدر یاغیگاری نکنید، اما شاه به آقای کیسینجر در کنار همون ملاقات اشاره میکنه شما قیمت کالاتون رفته بالا، به ما میفروشید، ما هم نفتمون و قیمتشو میبریم بالا. در واقع گوش کنید به اینجا شاه و کیسینجر. Ich bin so ein Schöner.